خب به قسمت دوم ویدیوی یونیت 2 کتاب استانبول لول A1 آبیر ünite 2 nerede? B. Sayılar. Hop. ببینیم اینجا چی داریم؟ kaç یعنی چند تا، ne kadar یعنی چقدر، kaç lira یعنی به چه قیمتی، چند لیر، چند TL. ترک لیرası TL هم میگن. هر جا لیرا شنیدید، هر جا TL شنیدید میشه چی؟ میشه واحد پولشون. Okulda kaç sınıf var? Okulda kaç sınıf var? در مدرسه چند کلاس درس هست؟ Okulda 10 sınıf var. در مدرسه 10 تا کلاس هست. وجود دارد. Kaç yaşındasın? چند سالته؟ 25 yaşındayım. 25 سالمه. تلفن numaran kaç؟ شماره تلفنت چنده؟ 0 212 122 43 75. تلفن، شماره تلفن ها در ترکیه اینجوری خونده میشه. اول میگن 0 و یا نمیگن 0. ممکنه بگن 0 212. خب اول یا 0 رو میگن یا نمیگن. بعد 3 تا رقم اول، 3 تا رقم بعدی، 2 رقم بعدی، 2 رقم آخر. اینطوری میخونن، یعنی اینجوری نیست که مثل ایرانی ها اونطور که اعداد راحت تر باشه مثلا بخونن. فرضاً اگر ایرانی باشید اینجوری میخونید، میگید 21 21 22. چرا؟ چون راحت تر تو ذهن میمونه. ولی اینجا اینجوری نیست و اگر شما جوری بخونید که خودتون راحت هستید و به جای 3 رقم 2 رقم 2 رقم خوندن اونجوری که خودتون میخواید بخونید، نمیدونم، مسخره میکنن، یه جوریه براشون. مثلا میگن چقدر عجیبی تو، این حرفا میزنن. ولش کن. خب گفتیم که چجوری میخونن. اول میگن 0 و یا نمیگن 0. 3 رقم اول، 3 رقم بعدی، 2 رقم بعدی، 2 رقم آخر. نحوه خوندن اعداد رو هم در ویدیوی اعدادمون داریم. اینجا هم یه مروری میکنیم ببینیم که چطور هستش. البته شما چون خارجی هستید میتونید دونه دونه هم بگید، بی زحمت اونا هم اونجوری یادداشت کنن، هیچ اشکالی نداره. ولی اینو بدونید اگر شماها شماره تلفن خواستید اونا اینجوری میگن، باید یاد بگیرید. بو کتاب kaç lira؟ این کتاب قیمتش چنده؟ چند لیره؟ 20 لیرا، 20 لیر. 1 litre süt ne kadar؟ 1 litr şir çende یعنی قیمتش چنده. ne kadar یعنی قیمتش چنده. 1 لیرا، 1 لیر. یادش بخیر در تاریخ الان که 12 فوریه هست، در سال 2023 هستیم الان در حال ضبط این ویدیو، شیر 1 لیر نیست، نزدیک 17 لیر 14 لیر بین ایناست. ولی اون موقع که این کتاب چاپ شد 1 لیر بود. خب حالا یه تصویر داریم. Hazırlık çalışması یه پیش درآمدی داریم به اینکه چیا هستن. رسمه bakalım. به عکس نگاه کنیم. Resimde neler var؟ در عکس چه چیزهایی هست؟ Sayı ile yazalım. با رقم، sayı یعنی رقم، عدد. با رقم yazalım، بنویسیم. خب سوکاک یعنی خیابان، انسان یعنی انسان، آت یعنی درخت، بینا یعنی ساختمان، مارکت یعنی مغازه و یا همون مارکت، آرابا، ماشین، لامبا، لامپ، çöp kutusu, çöp yani aşgal, çöp kutusu yani قوطی آشغال، سطل آشغال. خب نگاه کنیم اینجا. من اعداد رو از قبل نوشتم. Bir sokak، یه خیابون، 13 insan، 13 تا انسان، شمردم اینا رو. 4 ağaç، 4 تا درخت، 6 bina، 6 ساختمان، 3 market، 3 تا مغازه یا market. 5 araba, 5 ta ماشین، 3 لامبا، اینا تیر چراغ برق، من گفتم 3 تا هست. حالا اگه اشتباه هم کردم ببخشید. bir çöp kutusu. حالا چپ کوتوسو کجاست؟ اینجا. نگاه کنید. اینجا هست. اوکی. بیایم پایین. سوال بعدی. روحانی داریم. اوکوما. اوکوما یعنی خواندن. aşağıdaki diyalogları okuyalım. دیالوگ‌های مکالمه‌های پایین رو okuyalım، بخونیم. fotoğraflarla با عکس‌ها eşleştirelim. eş یعنی جفت کردن. یعنی چیکار کنیم؟ مچشون کنیم، یکی کنیم. eşleştirelim. kaç چند یعنی عدد چند. خب چه عددی؟ کاچ یعنی چه عددی. خب عکس‌ها رو داریم اینجا. شماها از تو کتابتون نگاه کنید و یا از اینجا نگاه کنید. میایم اینجا. من دیالوگ‌ها رو بخونم و ببینیم که چطور جواب دادیم. Affedersiniz. ببخشید. Kadıköy otobüsünün numarası kaç? Kadıköy یکی از محله های استانبوله. Otobüsünün otobüse Kadıköy numarası kaç? عددش چیه؟ 19. خب نگاه میکنیم. عدد 19 کجاست؟ اینجا. 19 کادیکوی. من نوشتم که عکس شماره 1. خب بیایم دیالوگ بعدی. Senin evin nerede؟ خونه تو کجاست؟ Benim evim 209 sokak. 9. اینجا نقطه داریم. 209. sokakta. خونه من در خیابان 209. خب اینجا ما خیابان 209. خب خونه تو کدوم وره؟ جهت رو پرسیده. من اینجا شماره 3 رو نوشتم. احتمالا همه اینا رو جواب دادم، بعدن دیدم این مونده. عدد 3 رو نوشتم چون جهت رو میخواد نشون بده، جاده رو میخواد نشون بده. اوکی. سوال بعدی. Kaç yaşındasın؟ 30 yaşındayım. چند سالته؟ 30 سالمه. Kaç yaşındasın؟ چند سالته؟ 30 سالمه. 30 yaşındayım. اینجا هم که تولد 30 داشتیم. من عکس شماره 9 رو نوشتم. ساعت kaç؟ ساعت چنده؟ ساعت 2. ساعت 2. خب عکس رو نگاه میکنیم. شماره 2 جوابمونه. 1 kilo domates kaç lira؟ 1 kilo گوجه فرنگی چند لیر هست؟ 1 lira. یادش بخیر. 1 لیر 1 kilo گوجه فرنگی. الان تو تاریخی که دارم بهتون درس میدم 16 لیره. 16 لیره. خب بیایم مکالمه بعدی. Bugünün tarihi, tarihi امروز nedir? خب تاریخ امروز رو ببینید تاریخ رو چه جوری میخونیم 29 10. ay 2012 و یا ماه رو میگیم 29 Ekim 2012 تاریخ رو هم دوستان یه ویدیو داریم که تاریخ رو درس دادم اونم میتونید برید مرور بکنید خب عکس شماره 6 ایناش عکس شماره 6 اینجاست 29 اکیم ماه 10 اکتبر Bu kim? این کیه؟ Bu Ronaldinho 80 numara این رونالدینیو هستش شماره 80 عکس شماره 5 رو زدم اینه خب بیایم پایین buyurun بفرمایید anahtarlarınız کلید هاتون Oda numaranız 16. شماره اتاقتون 16. خب همونطور که میبینید کلید داریم شماره 16. عکس شماره 4 جواب دادم. خب بنده 20 لیرا var. عکس شماره 7 یه 20 لیری نشون میده. یعنی من 20 لیر دارم. آجیل Servisin numarası kaç? شماره اورژانس، سرویس اورژانس عددش چنده؟ 112. 112. شماره 8 همونطور که نگاه میکنید 112 acil numara داریم. خب یا siz درباره شما چطور؟ kaç yaşındasınız? این جانب هم اکنون در این تاریخ من می‌نویسم که چی؟ آخیش ما سنمون رو نگیم دیگه بگیم 24 yaşındayım بله سوال بعدی bugünün tarihi nedir? bugünün tarihi بنویسم 12 چی بنویسم شوبات 12 شوبات 2023 اگر زنده موندم و این ویدیو رو نگاه کردم این تاریخ زنده بودن من باشه اوکی تلفن نمرانız kaç شماره تلفنتون چنده میگم چی؟ میگم مثلا میگن 539 مثلا 222 بعد مثلا میگن 22 مثلا 33 این میشه یه شماره تلفن فرضی خب اعداد رو بیایم اینجا دونه دونه واسه‌تون میخونم 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 بقیهش رو نگفته یعنی بقیهش اینجوری میره مثلا 14 بعد میشه 15 اینطوری ادامه داده 20 21 22 23 24 25 تا الی آخر میاد اینجا 30 31 32 33 ادامه نداده، بقیهش خودتون ادامه میدید. 40 41 42 ادامه نداده، همجوری ادامه میده الاخر تا میرسه به 50 51 52 تا الاخر 60. اینجا ل خونده نمیشه دوستان، 60 نوشته ولی 60 میگن. 60 61 و الاخر 70 71 و الا 79 80 81 82 89 90 98 99 100 100 میاد اینجا. خب 101 110 120 130 150 200 300 1000 9000 10000 20000 30.000 40.000 50.000 100.000 200.000 900.000 1.000.000 1.000.000.000. خب همونطور که نگاه میکنید عددا رو اینجا به طور خلاصه بهتون گفته. اگر فکر میکنید اعداد رو تا 100 میخواید که واسهتون دونه دونه بگم و یا تا 200 مثلا یه ویدیو اونجوری داشته باشم که شما با این ویدیو چیکار کنید، ورزش کنید. خب میتونم یه همچین ویدیویی بسازم، با این ویدیو ورزش کنید و دونه دونه مثلا بشمارید. و یا اگه بچه هاتون اینجا درس میخونن با اون اعداد بشمارن، ورزش کنن که عددها تو مغزتون بمونه. نمیدونم، اگه دوست دارید یه همچین کامنتی بذارید من یه همچین ویدیویی درست بکنم. خب بیایم قسمت بعدی. گفته که بنویسید، منم نوشتم. 9 میخونم فقط براتون. 2012 18 100.000 یعنی 100,000 23 1000 54 350. خیلی کوچیک شده، بذار بزرگش کنم. اوکی 350 اینم بزرگ کنیم ببینید، حتی حرکتش بدم این بر. اوکی 162 اینم بزرگ کنم بهتر ببینید. اوکی 10.000 فکر کنم اینو اشتباه نوشتم. خب اینو ما بیاریم پایین، درستش رو بنویسیم. این 10,000 نقطه میذارم که ببینید. 10.000 بزرگ کنم. اوکی من برای اینکه بتونم ویدیو رو درست کنم دادم اینو یه نفر دیگه بنویسه، اونم که هر از گاهی. خب بیایم قسمت بعدی. بله 1 خب cevapları yazalım. جواب رو بنویسیم. 1 artı به اضافه میگن چیز آرت. بذار بنویسم براتون. به اضافه میشه آرت. حالا منها میشه eksi بعد تقسیم میشه bölü خود به slash میگن slash ولی خب اینجا شما میخوایم بگیم تقسیم اینجوری می‌نویسیم. بعد دیگه چارپه اینجا ستاره نوشته من ایکس میذارم اوکی چارپه میشه چی؟ میشه چارپه ضرب در میشه چارپه خیلی bir artı 5 1 به اضافه 5 6 خب فکر کنم اینا رو میبایستی که اینجوری مینوشتیم باشه مینویسم 6 بسم الله خب 8 eksi 6 8 منهای 6 میشه 2 16 bölü 2 16 تقسیم بره 2 میشه چی؟ 8 23 23 artı 11 به اضافه 11 میشه 34 چی نوشتیم؟ و بنویسیم 33 دوستمون ننوشته اینو اب نداره من می‌نویسم 4 çarpı 8 48 تا 32 تا 32 50 bölü 5 50 تقسیم بر 5 میشه 10 100 artı 80 100 به اضافه 80 میشه 180 100 eksi 40 100 منهای 40 میشه 60 60 خب اینم نوشتیم بیایم اینجا خب جواب دادیم اینجا چجوری سوال جواب شده با اعداد میخونیم ساعت کاچ ساعت چنده ساعت 4 ساعت 4 درس ساعت کاچدا درسمون یعنی کلاسمون ساعت چند شروع میشه ساعت کاچتا یعنی ساعت چند شروع میشه درس ساعت 9 درس ساعت یعنی کلاس ساعت 9 شروع میشه درس ساعت 9 اگه 8 بود میگفت درس ساعت 8 اگه ساعت 2 بود میگفت درس ساعت 2 خودتون تمرین بکنین دوستان این من اینجا مثال بنویسم 2 خب مثلا 5 ت واسه اینکه این ت و تا رو ببینید مثلا saat 1'de, 4'de, 9'da, 10'da بعد مثلا 1'de, 2'de, 3'de 3'te, 9'da 3'te اینجوری و عددهای دیگه هم میتونید بگید 4'te 4'te خب بیایم اینجا گفته که bir ayda kaç gün var ay یعنی ماه gün یعنی روز bir ayda در یک ماه kaç gün var چند روز وجود دارد bir ayda 30 gün var. در یک ماه 30 روز وجود دارد. Bir yılda kaç ay var? Yıl yani sal, ay yani mah. Bir yılda در یک سال kaç ay var? Çend mah vücut دارد. Bir yılda 12 ay var. در یک سال 12 mah vücut دارد. 12 12. Sınıfta در کلاس درس kaç öğrenci var? Çend دانش آموز وجود دارد. سنفتا 15 öğrenci var. در کلاس 15 دانشجو وجود دارد. یعنی 20 به 15. Kaç yaşındasınız? چند ساله هستید؟ 24 yaşındayım. 24 سال دارم. Bir çay kaç lira? یه چایی چند لیر هست. Bir çay 1 lira. Yek çayı 1 lira. Telefon numaranız kaç? شماره تلفنتون چنده؟ Telefon numaram 0212 443 1250. به این شکل هم شماره تلفن رو میدیم. خب میایم اینجا. Kaçıncı? Ordinal numbers, اعداد ترتیبی. خب همونطور که میبینید نوشته sayı و یا isim به اضافه ıncı. نگاه کنید حالت چارگانه داره. ıncı. اگر بذار توضیح بدم. اگر هجای آخر کلمه آ و ا داشته باشه خب میشه چی؟ ınج پسوندی که میاد. اگر هجای آخر کلممون ا و ای باشه ا و یا ای باشه پسوندمون میشه اینجی. اینجی کجیست؟ اگر ا و یا ü باشه میشه چی؟ üncü. پسوندمون میشه üncü. اگر او و یا او باشه پسوندمون میشه اونجو. خب متوجه شدید؟ حالا مثال داده. örnek مثال. benim evim birinci katta. خونه من در طبقه اوله. birinci اولین. sınıf kaçıncı katta. kaçıncı یعنی چندمین. سوالش رو بنویسم. kaçıncı. kaçıncı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu به این شکل میره. سوال بعدی okul. خب sınıf kaçıncı katta؟ کلاس درس در طبقه چندمه؟ okul 8. sokakta. مدرسه در خیابان 8. 8. sonuncu sırada kim var? son یعنی پایان. sonuncu یعنی آخرین. اولین هم میشه birinci و یا ilk. خب ilk رو داریم و son. واسه اولین میشه birinci. واسه آخری میشه sonuncu. 11. sayfada resimler var. Sayfa یعنی صفحه. در صفحه 11 11 resimler var. عکس هایی وجود داره. خب بیایم پایین. من جواب بدم برگردم. خب من جواب دادم. مثال میزنیم. این جوابا رو عددهایی که اینجا هست خودتون میتونید عوض بکنید. من خواستم فقط مثالی باشه. Sınıfta kaç kişi var? Sınıfta 5 kişi var. من گفتم 5. شما بگید 15. هیچ فرقی نمیکنه. من خواستم جمله‌ای داشته باشید که باهاش تمرین بکنید. Bir haftada kaç gün var? در یک هفته چند روز هست؟ چند روز وجود داره؟ 7 gün. Siz kaç kilosunuz? Ben 59 kiloyum. میتونید هر عددی بخواید اینجا بذارید. Bir şişe su kaç lira? 2 lira. من گفتم 2 lira. شما میتونید هر عددی میخواید بذارید. Çantada kaç kitap var? 3 kitap. Senin evin kaçıncı katta? Khune-ye to tabaqe-ye chandume? 5. katta. شما میتونید بگید 4. میتونید بگید 1. میتونید بگید 10. میتونید اعداد رو تمرین بکنید. İstanbul'da kaç milyon insan var? من همینجوری نوشتم 15 میلیون. doğum tarihiniz ne? گفته تاریخ تولدتون چیه؟ میتونیم بگیم 04/05/1986 و یا خب اینو همین رو بخوایم بنویسیم. میگیم 4 مایز. این صفرش رو نمیتونم بردارم. اوکی. 4 مایز 1986 همین رو میتونیم بنویسیم. مشکلی هم نداره. سنفتا 1. sırada kim var? در کلاس 1. sırada در ردیف اول kim var? چه کسی هست؟ 1. sırada Tolga var. در ردیف اول Tolga هست. Tolga اسم پسره. Sokakta kaç araba var? در خیابان چند ماشین وجود دارد؟ 4 araba var. شما میتونید هر عددی بخواید بگید. اوکی. در قسمت لیسنینگ، در قسمت دینلمه اوتل فرما. خب نگاه کنید اینجا ما خب لیسنینگ نداریم، ولی خب یه فرم بذارن جلومون چجوری پر میکنیم، و یا اگر شما مثلا نتونید بنویسید بخواید اونا بگن شما فرم رو پر بکنید، از شما سوال جواب بپرسن چجوری میگید؟ خب میگید adı، اسمتون رو مینویسید، مثلا مینویسید لیلا. اینجا بذاریم لیلا. soyadı Aksu. آها soyadı Günay. اینجوری نوشتن، ببخشید. خب Günay فامیلیشه، بنابر لیسنینگ نوشتن. حالا آدرس گل محلسی، اول محلش رو نوشته، مثلا 12. sokak numara 102 مثلا. Emek Ankara. Emek اسم شهرشه، بعد آخرش مثلا اسم شهر رو می‌نویسن. این ترتیب نوشتن آدرسه دوستان. تلفن نمرası مثلا می‌نویسیم 532 455 69 36. این میشه مثلا شماره تلفن. گلیش تاریخی. گل یعنی بیا، گلیش یعنی آمدن. تاریخ آمدن میشه چی؟ حالا مثلا یه چیزی گفته دیگه 02 02. خب گلیش تاریخی. تاریخ ورودشه. اودا نمرası فرض کنیم 405. می‌نویسیم 405. Gün sayısı مثلا چند روز قراره بمونه؟ 6 روز بمونه تو هتل حالش رو ببره. اوکی. اینجوری مثلا این فرم شما مثلا پر کردید. خب قسمت یازما. اینم گفته که خودتون پر کنید همون جوری که بود. مثلا دوباره بنویسیم. چی بنویسیم؟ بنویسیم رضا soyadı Tehrani مثلا آدرس آدرسش رو چی بنویسیم؟ بنویسیم یه آدرس ترکی بنویسیم Aslanlı محلسی و یا ماه بنویسیم نقطه بذاریم این میشه محلسی بعد بنویسیم 5. سوکاک هم میتونیم اینجوری بنویسیم بعد فرزن بنویسیم B2 12 بلوک اینم مثلا اسم ساختمانش باشه بلوکش رو انگلیسی نوشته اوکی بلوک بعد B2 بلوک مثلا طبقه میشه کات 6 اینم میشه طبقهش کات 6 یه تیره هم اینجا بذاریم کات 6 دایره یعنی شماره خونشم پلاکشم دایره 2 ببخشید طبقه 16 باشه مثلا میشه چی؟ طبقه 6 باشه دایره مثلا میشه شماره هر طبقه 4 تا باشه 4 6 تا 24 تا مثلا دایره 24 تلفن نمرası geliş tarihi oda numarası اینم هر کدوم یه عدد میتونید بذارید من وقتتون رو نگیرم بیام پایین konuşma هم مکالمه است خب بیایم اینجا Neredesin? کجایی؟ Evdeyim. خانه هستم. Kimsin? چه کسی هستی؟ Değil. نیست. وجود ندارد. Ünite 2 nerede? C. Şehirde. در شهر. Neredesin? و یا در حالت محاوره میگن Neredesin. Evdeyim. Okuldayım. İşteyim. Sokaktayım. مارکتتیم اینجوری میتونید جواب بدید من öğrenciyim یعنی من دانشجو هستم sen işte misin آیا تو سر کار هستی evet işteyim بله سر کارم hayır işte değilim نه خیر سر کار نیستم میایم پایین عکس‌ها رو خواسته ازمون aşağıdaki yerleri mekanهایی که پایین هستن resimlerle با عکس‌ها eşleştirelim match بکنیم خب چند تا عکس داریم اینجا کلی عکس داریم خب من عکس‌ها رو میگم شما میتونید ویدیو رو استاپ بزنید جواب‌ها رو اینجا بنویسید من جواب‌ها رو اینجا براتون آماده دارم خب شماره 1 پستانه شماره 2 هتل این زنگ هتل هستش از کراوات این آقا میفهمیم که ایشون مال رسپشن هستن 3 kasap 4 ببینم چی نوشته بود شماره 4. بانکا، هرچند به خود پرداز میگن بانکاماتیک. بنویسم اینو براتون، بانکاماتیک. بش، ماناو، manav yani meyve furuşi, sebze furuşi, meyve terebar. 6 kafe, inca hem kafes. 7 kuyumcu. Kuyumcu yani cevahir furuşi. 8 eczane. Bebinem kocası hemen evveli eczane است. میایم تصویر بعدی. اینا رو دونه دونه میگم. به نونوایی میگن پاستانه و یا میگن فرن. فرن میشه چیز نونوایی. فرن اسم دیگرش هم فر هستش. شماره 10 بیمارستانه، هاستانه. شماره 11 سوکاک. ببینم اینجا چی نوشتیم شماره 11 رو میخوام ببینم. آره، با عکسایی که میبینم و تشخیص میدم و جوابایی که دادم یکی باشه. شماره 12 اونیکی مازا. شماره 13 پارک. 14 کوافر. شماره 15 پاستانه، کیک فروشی، شیرینی فروشی. شماره 16 مارکت باید باشه. ببینم این عکسش چیه. شماره 16 رو چی زدم؟ مارکت. آره، این خانم داره کارتش رو میده به یه صندوقدار. از اینجا میفهمیم که مارکت. بیایم اگه میخوایم بدونیم دو تا جمله چیه بگم. سیزین semtinizdeki، طرفای خونه شما، bu yerlerden، از این مکانها، hangileri var، کدوماشون هستن، کدوماشون وجود دارن، که میتونید جواب بدید. بگید پاستانه وار، مارکت وار، پارک وار. بعد مثلا میگید کوافور یک. اینجوری میتونید جواب بدید. yukarıdaki yerlerde، در مکانهای بالا، kimler var، چه کسانی هستن. اونجا هم میتونید شغلهاشون رو بگید. خب این دوستمون جواب ننوشته. 16 تا شغل. اوه kimler var. من بیام اینا رو بگم خیلی میشه. ادامه بدیم ویدیومون طولانی نشه. okuma، diyalogları okuyalım، diyalogları بخونیم. kim konuşuyor، کی داره حرف میزنه. resimlerin altına yazalım، زیر عکس ها بنویسیم. خب من زیر این عکس ها نوشتم، اصلا مهم جواب نیست، مهم اینه که ما دیالوگ ها رو بخونیم، بفهمیم. بیارم وسط صفحه. اوکی. مرحبا Mehmet. سلام Mehmet. Nasılsın؟ چطوری؟ İyiyim Aslı. خوبم Aslı. Sen nasılsın؟ تو چطوری؟ Sen nasılsın؟ آره گفته تو چطوری. İşteyim، سر کارم. çok yoğunum، خیلی سرم شلوغه. yoğunum. yoğun یعنی کلفت و یا غلیظ. وقتی که یه نفر سر شلوغ باشه هم میگن yoğun. sen neredesin؟ تو کجایی؟ ben de işteyim، منم سر کارم. de یعنی همچنین. Ben de işteyim، من هم سر کارم. görüşürüz، میبینیم هم دیگه رو. اصلا هم میگه görüşürüz یعنی خدافظ، میبینیم هم. see you. selam Cem. neredesiniz، کجایید؟ selam Ali. can kafedeyiz، در کافه جان هستیم. جان کافه اسم مکان هستش، همونطور که میبینید با اسم بزرگ نوشته، با حرف بزرگ نوشته که مشخص بشه. و چون اسم مکان خاص هستش از آپستروف استفاده کرده. اوراسو نرده اونجا کجاست؟ در چه جایی قرار داره؟ یعنی آدرس میخواد. تاکسیم 7. جادده. در منطقه تاکسیم در جاده 7. 7. جاده هم اسم خاصه، دوباره آپستروف اضافه کرده اینجا. Siz kaç kişisiniz? شما چند نفر هستید؟ kaç kişisiniz؟ این سوال رو در رزرو کردن رستوران و یا هتل میپرسن ازتون. Siz kaç kişisiniz؟ 2 kişiyiz. Mine de burada. Mine هم اسم دختر. 2 نفریم. Mine هم اینجاست. تمام. Orada görüşürüz. Okey. Onca همدیگر رو میبینیم. Merhaba Nalan. Selam Nalan. Ben okuldayım. Ben medrese hastam. Sen okulda mısın? Tu ham tu medrese hasti. Merhaba Pınar. Selam Pınar. Hayır, okulda değilim. Evdeyim. Nahir. Medrese nistam. Khune hastam. Neden hasta mısın? چرا؟ مریض هستی؟ هستا یعنی مریض. Evet çok hastayım. بله خیلی مریض هستم. geçmiş olsun. geçmiş olsun یعنی انشالله که از سرت بگذره هر مشکلی داری. sağ ol. سلامت باشی. خب sağ ol هم به معنای sağ یعنی سلامت باشی. بعض وقتا برای تشکر کردن هم استفاده میکنن. من خودم زیاد استفاده میکنم. زنده باشی، سلامت باشی، هم چیزایی. اوکی. aşağıdaki cümleler جمله هایی که پایین هستن doğru ise اگر درست باشه، حرف د به معنای doğru، yanlış ise اگر اشتباهه حرف یه به معنای yanlış yazalım بنویسیم. اصل çok yoğun. خب اصل خیلی سر شلوغ بود. doğru. علی هستا. علی مریض. علی اینجاست. مریض نیست. yanlış. Nalan okulda değil. doğru. درسته. Mehmet ve Aslı işteler. Mehmet ve Aslı سر کار هستند. Yanlış. Ali ve Mine Taksim'deler. خب Ali ve Mine Taksim'deler. Doğru. İnan doğrusu. Siz şimdi neredesiniz? Cevap vereyim. Begim. Evdeyim. Ya mesela begim sana yani betoca. Kaç kişisiniz? Biz 4 kişiyiz. خب این هم از این جواب دادیم. بیایم پایین. خب اینجا قسمت گرامر رو داریم. گرامر دیل بیلگیسی. Olumlu yani musbat, olumsuz yani menfi. Olumlu soru suale musbat, olumsuz soru yani suale menfi. Hemen با یک کلمه جواب داده. شناسه همون چیزامونو داریم، زمینامونو داریم. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. شناسه همونو داریم. اگه بخوایم من میتونم اینجا علامت بزنم براتون. Öğretmenim, öğretmensin, öğretmen, şenase neredenim ince, öğretmeniz, öğretmensiniz, öğretmenler. اینو تو پرانتز گذاشته، یعنی بعضی وقتا میشه استفاده کرد، بعضی وقتا موردی نداره استفاده نمی کنیم. خب دیل یعنی نیست، اینجا هم شناسه‌هامون رو داریم. Öğretmen değilim, öğretmen değilsin, öğretmen değil, öğretmen değiliz, öğretmen değilsiniz, öğretmen değiller. خب اینجا ما چی داریم؟ öğretmen miyim؟ آیا من معلم هستم؟ می حرف سوالیمونه، اینم شناسمونه. بین دو تا حرف صدادار هم حرف ی اومده. دوستان اینا رو ویدیوشو داریم، اونایی که چیز نکردن، اطلاع ندارن، میتونن برن از ویدیوی سوال چیز کلمات سوالی این درس رو مرور کنن. حالا öğretmen misin, öğretmen mi, öğretmen miyiz, öğretmen misiniz, öğretmenler mi. خب حالا میایم اینجا در حالت منفی. öğretmen değil miyim؟ این دفعه زیر کلمه سوالیمون میخوام فقط خط بکشم، اونم با رنگ نارنج. خب öğretmen değil miyim؟ öğretmen değil misin؟ öğretmen değil mi؟ öğretmen değil miyiz؟ öğretmen değil misiniz؟ öğretmen değiller mi؟ به این شکل سوال منفیمونم پرسیدیم. یادتون باشه کلمه سوالی اینجا نگاه کنید، کلمه سوالی رو نمی چسبونیم، هرچند با کلمه قبلش چی کار میکنه؟ هم آوایی صدا داره، همون قوانین همون قوانین هم آوایی صدا رو داره، نمی چسبونیم این کلمه رو. من اولش که نوشتن ترکی بلد نبودم فکر کردم باید چسبیده باشه. خب بیایم مثال. Nasılsın? İyiyim. Sen bugün yorgun musun? Yorgun یعنی خسته. Bugün یعنی امروز. Sen bugün yorgun musun? آیا تو امروز خسته هستی؟ Hayır, yorgun değilim. نه، خسته نیستم. Aç mısınız? آیا گرسنه هستید؟ Evet, çok açız. بله، خیلی گرسنه هستیم. Neredesiniz? کجا هستید؟ İstanbul'dayız. در استانبول هستیم. Onlar evli mi? Onha müteahhil هستند. Evet, onlar evli. بله، onha müteahhil هستند. Siz İngiliz değil misiniz؟ آیا شما انگلیسی نیستید؟ اهل انگلستان نیستید؟ Evet, İngiliz değilim. Rusum. بله، İngilisi نیستم. یعنی حدستون درسته. بله، روسم، روس هستم. خب بیایم اینجا سوالامون و جوابامون رو، دوستمون خیلی کوچیک نوشته، ما اینا رو بزرگ کنیم که شما ببینید. خب با هر سوال میرم درستش میکنم. Aşağıdaki boşlukları, cay hali رو örneklerdeki gibi همانند مثالها dolduralım، پر کنیم. Onlar, آنها İstanbul Üniversitesi'nde در دانشگاه استانبول öğrenciler. دانشجو هستند. البته اینو جدا نباید بنویسیم، اینو حرکت بدم، این میشه شناسه، باید قشنگ بچسبه. اوکی. Ben evde değilim. Şimdi işteyim. Ben در خانه نیستم. الان سر کارم. Biz bugün çok yorgun değiliz. ما امروز خیلی خسته نیستیم. خب اگه میخواستیم بگیم خسته هستیم چی میگفتیم؟ اینم با رنگ نارنجی بنویسم براتون. میشد یورگونوس. یعنی خسته هستیم. بیز یورگونوس. ما خسته ایم. بیز یورگون دیلیز. Çok yorgun değiliz. خیلی خسته نیستیم. Sen başarılı bir öğretmen sin hasti. Sen başarılı bir öğretmensin. تو معلم موفقی هستی. Sen bütün gün okulda mıydın؟ خب اگه بخوایم بگیم تو معلم موفقی نیستی، اون وقت میگیم چی؟ Sen başarılı bir öğretmen. رنگش رو عوض کنم. فاصله میذاریم میگیم değilsin، یعنی نیستی. خب sen bütün gün okulda mıydın؟ اینو من عوضش کنم. mısın. mısın. بزرگ بنویسم. چون اون زمان گذشته بود، زمان حال میخوایم که شما یاد بگیرید فعلا. sen bütün gün okulda mısın؟ تو تمام روز، bütün gün تمام روز okulda mısın؟ آیا در مدرسه هستی؟ جمله بعدی sence bu iş tehlikeli mi؟ tehlikeli یعنی خطرناک. sence یعنی آیا به نظر تو، sence یعنی به نظر تو، با می میشه آیا. bu iş این کار tehlikeli mi؟ خطرناک است آیا؟ biz فوتبالچو değiliz. ما فوتبالیست نیستیم. اگه میخواستیم بگیم هستیم چی میگفتیم؟ میگفتیم biz فوتبالچویوز. فوتبال هم اینجوری مینویسن، فوتبال. خب مروه ببخشید دریا و زینب چی و دیدم گفتم دریا و زینب ضعیف. ضعیف یعنی لاغر. میگه دریا و زینب لاغر هستند. ما میتونیم اینجا اینو جمع ببندیم یا میتونیم جمع نبندیم. اگه یادتون باشه در تابلومون چی داشتیم؟ این لرلو رو در پارانتز داشت، یعنی میتونیم بنویسیم میتونیم ننویسیم، هیچ مشکلی نداره. اینجا هم برای دو نفر ننوشتیم. onlar şişman değiller. آنها چاق نیستن. شیشمان یعنی چاق. evimiz okula uzak değil. خونمون به مدرسه، از مدرسه دور نیست، یعنی فاصله خونمون دور نیست. evimiz okula uzak değil. uzak یعنی دور. siz burada yabancı mısınız؟ آیا شما اینجا غریبه هستید؟ yabancı هم به معنای خارجیه، هم به معنای اینکه اون محل رو نمیشناسید. میتونن ترک باشن، میتونن نباشن. میگم مثلا ما اینجا یابانجیم، یعنی نمیشناسیم، غریبه هستیم به این مکان. siz burada yabancı mısınız؟ خب اینجا علامت سوال نذاشته. این اگه سوال بود ما میتونستیم بنویسیم mısınız. حالا که سوال نذاشته ما اینو پاک کنیم بنویسیم sınız. siz burada yabancısınız. شما اینم بچسبونیم چون پسونده کوچیکش کنیم اندازه بشه. اوکی. شما اینجا غریبه هستید. Ali niçin Taksim'de? Ali çera der Taksim'e. Onun okulu Beyazıt'ta değil mi? خب زمان حال میخوایم دوستمون چون نیتیو ترک بود اینا رو دقت نکرده که شما اول باید چیزایی رو بنویسه که شما هنوز تازه دارید یاد میگیرید. اوکی. Onun okulu Beyazıt'ta değil mi? مدرسه اون یعنی مدرسه علی در منطقه بیازت مگر نیست. Değil mi یعنی مگه نیست. Kardeşim bugün evde değil. خواهرم امروز خونه نیست. Onu aramayın. بهش زنگ نزنید. Aramak یعنی تلفن زدن، زنگ زدن، جستجو کردن. Sen psikolog musun? اینم اشتباه نوشتیم. درست بنویسیم. Sen psikolog musun? آیا تو روانشناس هستی؟ Siz her gün kütüphanede değil misiniz? Şoma her roz der kitapkhane. Hop değil misiniz? Yani çi yani mage şoma der kitapkhane nistid. Suale menfi hastesh به صورت منفی پرسیده. اینو سوالیشو بنویسیم. اگه بخوام در حالت مثبت بپرسم میگم چی؟ کتابخانه میسینیز. خب بخوام مثبت بپرسم میشه چی؟ سیز هر gün کتابخانه میسینیز. بخوام منفی بپرسم میگم سیز هر gün کتابخانه دیل میسینیز. مگه نیستید؟ اینجوری میپرسم. Sence به نظر تو biz ما başarılı mıyız? آیا موفق هستیم؟ başarılı یعنی موفق. به نظر تو ما موفق هستیم؟ اگر بخوام بگیم مگر نیستیم میگیم چی؟ Sence biz başarılı değil miyiz؟ Değil miyiz؟ به نظر تو ما موفق نیستیم. اینجا میپرسیم آیا هستیم؟ اینجا میگیم آیا نیستیم. حالا چرا اینجا شده میز؟ اینجا شده میز به خاطر اینکه اینجا حروفش از هجای آخر این تبعیت میکنه. اینجا حروفش از هجای آخر کلمه قبلش تبعیت میکنه. خب بیایم اینجا aşağıdaki soruları cevaplayalım. کوتاه من cevap میدم. Sen nerelisin? İranlıyım. Evli misin? Hayır değilim. Nokta. Siz Türkiye'de misiniz? Evet. Türkiye'deyiz. Ey baba, Türkiye'de. Türkiye apostrof yazarım. De. Yes. Yorgun musunuz? Evet, yorgunuz. Evet. Hatta evet هم باید با حرف بزرگ بنویسم. حالا خودتون بنویسید دیگه. yorgunuz. Yorgunuz. Dersten sonra boş musunuz? Boş yani آیا وقت خالی داری؟ درستن سونرا بعد درست بعد کلاست بوش میسونید. آیا وقت خالی دارید؟ بوش یعنی بیکار. الاف. بوش یعنی الاف. در واقع. هایر دیلیز. خودت الاف. این هم جواب. Hop, bu akşam neredesiniz? Çibekim. Çibekim kafedeyiz. Kafedeyiz. Çalışkan mısınız? Çalışkan yani porkar, zahmetkeş. Evet. Basan cevap. Aç mısınız? Hayır. Goşnamuniz. Hayır, aç değiliz. Kaç yaşındasınız? Ki benim ismim 29 yaşındayım. Mesela. Hasta mısın? Evet, hastayım. Çok hastayım. Çok hastayım. Hastayım. Hop, nam نوشتیم. بیایم ببینیم این یونیت کی تموم میشه. قسمت دینلمه رو داریم. خب در قسمت لیسنینگ احتیاجی به گوش کردن نبوده، ما فقط مخالف این کلمات رو اینجا نوشتیم. من سریع میخونم براتون. یواش یعنی آهسته، hızlı یعنی پرسرعت، pahalı گران، ucuz ارزون، güçlü قدرتمند güçsüz ضعیف، دار تنگ گنیش گشاد، سینیرلی عصبانی، ساکین یعنی با آرامش، گوزل یعنی زیبا، چیرکین یعنی زشت، ایی خوب، کتو، بد، چالشکان خوب، تنبل، براستی چالشکان یعنی کاری، پرکار، تنبل هم یعنی تنبل، korkak ترسو، جسور یعنی جسور، همون جسور خودمون، شجاع، مطلوب خوشحال، خوشبخت، متسوز یعنی ناراحت، غمگین، بدبخت، düzenli یعنی مرتب، dağınık یعنی شلخته، kibar یعنی مؤدب، kaba یعنی درشت رفتار یعنی بی‌ادب، genç جوان، yaşlı یعنی مسن، پیر، kolay آسون، زور سخت، زنگین پولدار، فقیر فقیر، dolu پر boş، خالی önemli، مهم önemsiz، بی اهمیت، کنوشکان پرحرف، سسیز ساکت، آروم، بی صدا، dikkatli با دقت، dikkatsiz بی دقت، yakın نزدیک، uzak دور. خب اینا رو استوب بزنید، قشنگ یادداشت بکنید. بعد اینکه همه رو یادداشت کردید، معنیاشو که من میگم تونتون بنویسید. خیلی خوب. اینا خب میگه با دوستتون اینو پر بکنید. این مثلا خودتون چه صفتی دارید، آیلین دوستتون چه صفتی داره، اینو هر جور دوست داشتید پر بکنید دیگه. من اینو ننوشتم، هر جوری هم دلتون بخواد میتونید بنویسید. خیلی خوب. در قسمت یازما سیز نسل بیرسینیز، اینجا هم میتونید چند تا جمله، چند تا صفت بنویسید. مثلا بنویسید ben çok çalışkanım، میتونید بنویسید düzenliyim. میتونید بنویسید biraz. مثلا یکم چی هستم؟ از این صفت ها بیایم نگاه بکنیم. biraz خب از صفت هایی که واسه biraz sinirliyim یکم اعصابم خورده مثلا biraz sinirliyim مثلا. بعد دیگه بنویسیم çok güzelim خیلی خوشگلم. آره جونم çok güzelim. اینجوری میتونید در مورد خودتون بنویسید. En yakın arkadaşınızı tanıtın. O kim? Aha, این رو هم میتونید اون صفت ها رو بنویسید. O kim؟ بنویسیم Abbas. Abbas. Kaç yaşında? Benivisim 44. Ne iş yapıyor? Benivisim otel sahibi. Sahibi hotel. Nasıl bir insan? Çok zengin. Benivisim ino. Çok zengin. Ve چی بنویسیم kibar خیلی پولدار و خیلی هم مؤدبه. به به. خب اینجا چی داریم؟ یه سری روخانیایی داریم که در ویدیوی بعدی میگم. خب من این رو در ویدیو بعدی بگم بهتره. 3 بخش میکنیم اینجا رو. کتاب دیگه چیکار